معنای مصالحه رو اینجا باز بکنیم، مسئله حل میشه. بحث صلح در این مورد اینه که ما تجلیات الهی رو بپذیریم، قبول بکنیم که تجلی الهی هست و همه تجلیات الهی نعمته. قل اعوذ برب فلق من شر ما خلق، بگو پناه میبرم به خدای روشنایی ها، البته خدای شکوفایی، و از چی؟ از شر اون چیزی که آفریده. کی آفریده؟ خودش آفریده، خودش آفریده دیگه، شر هم خودش آفریده دیگه، شیطان هم خودش آفریده. خب حالا دمی آفریده یا با تر و برنامه آفریده؟ خب پس شر رو با طرح و برنامه آفریده. اگر شما بفرمایید که شر رو دیمی آفریده یا نمیخواست ولی رو دستش موند یا در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت، قرار نمود شیطان باشه ولی خود در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت، اشکال بزرگی وارد میشه. کار نسبت دادن کار عبث بیهوده و دیمی به خداوند محال ممکنه. او خلق کرده بر اساس طرح و برنامه خلق کرده. اگه شیطان خلق نمیشد ما اینجا نبودیم، این تجربه هم نبود، نمیدونم هیچ، اینم نبود، اونم نبود، اونم نبود، خیلی چیزا نبود. خب بنابراین موضوع سر اینجاست که ما ممکنه حتی با شر بجنگیم، اما در حین جنگ فقط موضع خودمون رو داره معلوم میکنیم و با نفرت نیست که موضوع رو دنبال میکنیم. شما مثلا به الگوهایی مثل امیرالمومنین علیه السلام مراجعه بکنید، مثلا به امام حسین علیه السلام مراجعه بکنید، امام حسین علیه السلام در روز عاشورا با نفرت میجنگیده، امیرالمومنین علیه السلام با نفرت شمشیر زده. ماجرای اون چیزی که همه دوستان میدونن که رو سینه دشمن، خب وقتی توپ به صورت امیرالمومنین علیه السلام انداخت بلند شد و چرخی زد و دوباره اومد. خب اینا چه درسایی توش هست؟ درس اینه که برای چیز نجنگیدن، برای به اصطلاح قضای خودشون نجنگیدن، بحث اصولا حق و باطل بوده و شاید با احترام هم نگاه کرده، شاید با عزت هم نگاه کرده، به هرگز به خاری هم نگاه نکردن، به هیچ انسانی به خاری نگاه نکردن. ولی خود جایی که به اصطلاح صحبت از عدالت، اونجا موضوع فرق میکنه. خب باید یا از عدل به اصطلاح حمایت کنن یا باید از ظلم دیگه. خب طبعا اونها از عدالت حمایت کردن. لذا بحث اینجاست که گل خار هم داره و ما اگر گل رو بخواییم خارش هم چیکار میکنیم؟ تحمل میکنیم. اگر خدا رو میخواییم شرش رو هم تحمل میکنیم، جایی هم که لازمه مبارزه هم میکنیم. ولی تجلی الهی تجلی الهیه، هر جا نگاه کنی پرتو روی او رو میبینی، هر همه جا پرتو روی اوست. غیر از اینه اون شر هم از این قاعده مستثنا نیست. او خلق کرده، چون او خلق کرده ما به دیده احترام نگاه میکنیم. اما اگه به من بگم بیا برو، اگه به من بگم بیا برو با فرعون، ما در زمان فرعون بودیم میگفتن بیا برو با فرعون، میگفتیم نه خیر، ما این تجلی الهی هست. ولی من نه، من ما میریم سمت موسی. خب البته اگر در اون زمان ما بودیم و اینقدر آگاه بودیم، چون معلوم نیست اگر اونجا بودیم شاید ما هم فرعونی بودیم، معلوم نیست. ولی به طور کلی منظور اینه، منظور این هست که ما در فاز مثبت میگیم که فرعون رو نمیخوایم، موسی رو میخوایم. فاز اونم مثبته و اینجاست که نشون میده
ما به اصطلاح هیچ ذره ای از عالم هستی رو حد که حرمت نکردیم. منظور اینه، منظور این نیست که یعنی سول یعنی ما بریم مثلا فرعون رو بغلش کنیم، ماچش کنیم، بگیم خوب کردی به موسی رو. منظور این نیست، اصلا منظور این نیست. منظور اینه که ما بالاخره باید بریم سمت موسی یا بریم سمت فرعون دیگه، دو سمت هم که نمیتونیم بریم. درست شد یا نه؟ ما میریم این سمت، ولی در واقع میدونیم که نعمت شر، ببینید نعمت شیطان، توجه میکنی؟ و بحث توی این ماجراها که میخواییم خلقت او رو به عبارتی حد که حرمت نکنیم. بله بله، در اصل اینه دیگه. و منظور بسم الله هم همینه، منظور از بسم الله همین است که توضیح دادم. هر جا نگاه کنیم پرتو به روی اوست، هر چیزی نامی دارد، هر نامی نام اوست. خب هر نامی نام اوست. بسم الله ما رو به خودش که دسترسی نداریم، خودش هم که نام نداره، لذا بسم الله ما رو ارجاع داده به هستی، به تجلیاتش.